سلام داداش. بده ما چی رو؟ بده ما اولاق مگه نگفتم نری سراغ اصله ها؟ من میرم پایین. برای چی؟ ببینم چه خبر میشه. مراقب باشیم بهتره. یعنی جسد که چه عرض کنم؟ یه مشت استخون. استخون؟ چه جور استخونی؟ چه جورشو نمیدونم. استخون آدم بود دیگه. این آقایون برای همین تشریف آوردن اینجا. ایشون بازپرسن، ایشون افسر آلوی. سلام علیکم. سلام علیکم. من تو دفتر بودم، دخترم زنگ زد گفت تو ساختمون یه جسد پیدا شده. باور کنید نصف العمر شدم تا خودم رسوندم. قضیه چیه؟ قضیه همونه که دختر خانمتون فرمودن. شما آقای؟ من ملکی هستم. آقای عباس ملکی. ایشون مدیر ساختمونه. مدیر ساختمون؟ به به، خوب شد تشریف آوردید. اینا چی میخوان اینجا؟ اینا رفتون برن. آقا بفرمایید اول لطفا. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید بر آقا. بفرمایید. شما میدونید این جسد مال کیه؟ نه خیر نمیدونی مال کیه. یعنی که حدس هم نمیتونی بزنی؟ نه خیر. شما چطور؟ نه نمیدونیم. شما؟ نمیدونیم. متشکرم. البته الان نمیدونیم. ولی بالاخره معلوم میشه. گمون نکنه. یعنی معلوم نمیشه؟ چرا؟ معلوم میشه. نه به این زودیا. اول باید استخونا رو بشورن، تمیز کنن، آزمایش کنن. بعد میشینن سر استخونا، همچین با علاقه مطالعه میکنن، کار میکنن. بطور خود این حرفا رو نزنین. به خدا راست میگیم. ما برای درسمون رفته بودیم پزشکی قانونی. نمیدونین چه مرده هایی آورده بودن. به به، آدم حظ میکرد نگاهشون کنه. دختر، پسر، پیر مرد، پیر زن. وای. بردی بر چی میگیری؟ برای روزنامه. عکس من چاپ بشه گوشتو میبرم. احتیاج نیست آقا، ما بدون اجازه چیزی چاپ نمی کنیم. برو بسوزونش. چشم. برو. آخه مگه دیوار جایی مورد چال کردنه؟ سعی میفرمایید آقایه. اسمشون آقا مظفره. فهمیدون چون؟ غلامجو. مظفر غلامجو. ای جوان، اگه مرد بشه دیگه هیچ کی با دل راحت جون به اسرائیل نمیده، چون میترسن که مردش از سرای دیوار سر در بیاره. این آقا این چیزا زیاد دیده، حواست باش به حرفش گوش کن به نفته. چطور؟ میگه یه وقتی تو مرده‌شورخونه کار میکرده. راننده بودم بابا. همچی میگه انگار مرده‌شوری میکردن. یعنی الان دیگه نیستین؟ واسه چی میخوای؟ میخوام بنویسم. بازنشست شدم. بس بنویس. 25 سال مرده های مردم تره خوش میکردم این برونبر میمردم. الان 2 سال بازنشست شدم. میگیرم چند؟ 380 هزار تومان. با این پول نمیشه نون خالی هم خورد. پس چی کار میکنی؟ هیچی. برای شما خواهرم خون شاگردی میکنم. آخه این انصافه. نه والا
اینا رو که گفتم می‌نویسی؟ حتما. شما تو دوران خدمتتون با همچین موردی برخورد کرده بودین؟ چه موردی؟ سلام قدرت. شما این تماشا؟ نه بچه، من نیومدم تماشا. اومدم ببینم اگه مرده مربوط به ماست زیر تابوت چی بگیرم. حالا که معلوم نیست مال شما نباشه، یه دو سه رو طول داره. نه معلوم شد مال ما نیست. ما توی این ساختمون یه فامیل بیشتر نداریم، اونم یه جیگوری 11 کیلویی بی استخونه که بدبختی رو نفس میکشه. اگه ناراحتی نفسشو بگیرم. شکل این حرفا نیست بچه. اگه آقا قدرت اجازه بده سرتو میذارم لای باغچه گوش تا گوش میبرم. فقط خواهش میکنم لای دیوار چال نکنین. اجازه بدین اول تکلیف یکی مشخص بشه بعدن. عجب اوه اون بابای پدر سوختش رفته. برو اینجا برنسی ببینم یکی ملابطه ببینه خوبیت نداره. سلام زین باشی ببین چی بدبخت بود این دختر خاله ما. سلامتون به اختر خانم میرسونم. زرافه هست اینجوری گردنشون پیچیده تو هم رفته تو آسمان. وقت سرتون تو روشنایی قرار گرفته، یعنی اگه مشکلی سر راته تهش روشنه. حالا نمیدونم خواهی تصمیمی بگیری نمیتونی جایی بری کاری کنی نمیدونم، اما تهش روشنه. وقت یکی از این زرافه ها این شوهرته داره یه ور دیگر رو نگاه میکنه، نگرانته. از من میخوایی بدونی بس کارات باش مشورت کن. حالا اگه هرچی گفت گوش کنی، اما خیر خاطه. حالا یه نیت خوب بکنی انگوش بزن. خانم حمید آغاز زنگ زده میگه یه کار واجب داره. بیلش کن برش نزار. مادرم هم زنگ زده میگه صابخونه و زنش اومدن. کجا؟ جلو در خونه. بگو الان میام. خب این ملکه، نمیدونم خونه است زمینه ماشینه یه چیزی میخوای بخری، چه خوردریز نیست تا چیزی مهمه. اما تو بگم تو دو هفته دو ماه دو وعده است، بیشتر نه نمیشه. اما بعدش چرا میشه؟ کدومشون باز پرسه؟ او یکی، اونی که کلا داره از آگاهی آمده. اومدم بریم یه احوالی از دکتر خانم شما بپرسیم. بفرمایید این قدمی تو زر شش طبقه چندومه؟ طبقه اول. بفرمایید غلام بیا بالا پرت دارم. اوی چیه؟ کجایی؟ داشتم فکر میکردم. به چی؟ همین قضیه جسد و اینا. پسر عجب سوژه توپیه، میشه یه رمان دبش از سوش در آورد. من تو چه فکرم تو چه فکری هستی بابا؟ تو به چی فکر میکنی؟ تو نمیری؟ کجا؟ حالا میرم سراغ زنت. برم. چه دست و پایی میزنه نامرد. کی؟ پدر زنت. چیکار میکنه مگه؟ نمیبینی تو چه حالیه؟ ترسیده خوف کرده. بابا این هارتا پورتشو نگاه نکن، خیلی آدم ترسوییه. پخش کنی پس افتاده. تو چه آدم ساده ای هستی؟ ترسیده؟ اگه اونقدر ترسو بود که اینجوری سر مردم رو کلا نمیذاشت و 7 سال این همه آدم رو یه لنگ پا نگر نمیداشت.
با اجازت باش. یه دقیقه این بچه رو بگیر. مردم. این بغل بابا قربونش برم. بالا بودی؟ آره. چطوره؟ چطور میخواستی باشم؟ سور مورو گنده. خوب شد؟ از اول خوب بود. خودش رو زده بود به موش مردگی. خونه رسولی انور؟ آره. را بیفت بریم. تو برو من میام. بیا بریم دیگه. بابا شما برید من میام دیگه. من تنهایی میترسم. از چی میترسی؟ آقا میگه از چی میترسی؟ انگار نه انگار تو این ساختمون جسد پیدا شده. من تنهایی نمیرم بالا. استاد بیداد کارمون در اومد. را بیفت بریم خانم. را بیفت. کار نداشتی یه سری به من بزن. باشه. پانشی برید اونبالشا. عمران چرا بی خود بازار مردم میشین؟ از کی؟ از صاحبه. صاحبش بنده هستن. ای با اونجا رو کی بود؟ کی؟ کنه بیاره که امونو که امونو که پولی پیش هفته میره بره بیاره ده بسی که کرد تو کنه این خونه رو هر کس که اجاره کردی اصلا شده شما نبود من از چی هستم؟ به من چه هستم؟ به چه رو بیارم؟ من رو ببه من از من بیارم من کن منه خانوم خانوم اینا ریختن خونه شما رو اشغال کردن؟ آره خانوم قبلا مسجد داشتم دو ماه پیش تخلیه کرد بعد رفتیم بنگا سپردیم که اجاره بدن حالا امروز اومدیم میبینیم قربتی ها اساس آوردن میگن اینجا چیکار میکنی؟ میگن اجاره کردیم از کی؟ بخ چرت و پرت جواب بله میدونم میدونم همین بلا رو دو ماه پیش سر من آوردن خونه منم اشغال کردن همینا؟ اینا که نه یک دادسته مثل اینا چه فرقی میکنه این کار واسه یه عده شده نوندونی میگردن خونه های خالی رو گیر میارن اساس میکشن میرن میشنن توش نه بابا چرا بابا؟ چرا؟ مگه شهر هرته پدرشونی در میاریم منم همینو گفتم رفتم کلانتری مأمور آوردم خوب فایده ای هم نداشت مامورا اومدن یه دوری زدن یه نگاهی کردن گفتن کار ما نیست بریم دادسرا گفتم دادسرا واسه چی بعد من که میتونم راه بیفتم برم دادسرا وکیل گرفتم وکیل همون اول جلینگی 1,000,000 از من گرفت بعدش هم چند روز ما رو سرد اون که همچین میکنیم و همچون میکنیم و پدرشون رو من در میارم و بعد چند روز اومد گفت خانم اگه خونتو میخوای باشون کنار بیا و الا 2 سال نمیدونم چقدر باید تو دادسرا بودی بعدم تازه معلوم نیست رأی به کی بدن ممکن اصلا رأی به اونا بدن رأی به نفع اونا باشه نه بابا چرا بابا؟ بالاخره چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ هیچ میشه اصلا باشون حرف زدم 3,000,000 دادم 3 ساعت خونه رو خالی کردم یعنی ما باید همین کار رو بکنی؟ خودتون میدونی نمیدونم میتونی بریم کلانتری میتونی بریم دادسرا اما بدون این حالا بس بدوینا دیگه من فضولی کردم واسه ببخشید دیدم خودم چشیدم گفتم بگم یه با اجازه نمیدونم بریم باشون حرف بزنیم چاره‌ای نداریم بله باید بریم حرف بزنیم بله باید باشون راه بیاریم بله بله بریم ببینیم آقا چی میخوای بگیم جان؟ چیه باز اومدیم؟ در صدا نکنیم چیزی که دوستانه حل میشه خیلی بهتر از دوستی با شما نداریم کجا داریم؟ بریم 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 به بابا دیگه زنگی بزن بگو 3,000,000 کمتر راضی نشی خوب پخت و پس کردم ترسیدم خوب بازی کنن بیشترم میدم موسیقی
بیرون. چی میگی؟ راجبه چی؟ راجبه هم استخونا دیگه؟ نمیدونم، چی بگم؟ راستش من اصلا حواسم اینجا نبود. پس حواست کجا بود؟ داشتم به یه چیز دیگه فکر میکردم. به چی فکر میکردی؟ قضیه این پای شما چیه؟ چه قضیه؟ چجوری به این راحتی راه میرین و به این طرف فرضی از پله ها میرین بالا؟ تو به پای من چی کار داری؟ من نمیفهمم. تو یک کوزه آب و یه سفره نون برداشتی دنبال پای من راه افتادی که چی بشه آخه؟ جون ساله ای بابا، عجب گرفتاری شدیم. باشه، به شرط این که دیگه راجع به پا صحبت نکنی. قبوله؟ باشه، قبول. بچه های مهندسی پزشکی یه سنسور روی این پا نصب کردن، هر کاری که پای سالم انجام بده عینه این پا تقلید میکنه. میفهمی یعنی چی؟ نه. اصلا میدونی سنسور چیه؟ نه. منم نمیدونم. میگن یه جور حسگره. اینجا نصب میشه، این پا هر کاری انجام بده پای مصنوعی میفهمه، عینش رو تکرار میکنه. دارین سر به سرم میذارین؟ نه به جون خودت. ببین یه دستگاه اینقدر اینجا نصب شده، میخوای نشونت بدم؟ آره. نه 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 نه، نمیخوام. اوه چیه؟ دل و جرأت دیدن یه پای مصنوعی هم نداری؟ آخه تو چجور پلیسی هستی مرد حسابی؟ من باعث شدم شما پاتون از دست بدین. به تو چه ربطی داره؟ نارنجک درست افتاد جلو پای من. خب افتاده باشه، من اگه نمی ترسیدم شما الان اینجوری ناقص نبودین. هیچ همچین چیزی نیست. میتونستم نارنجک رو بردارم و بندازم پشت خاک ریز. نه خیر، نمیتونستی. اگه این کاری کرده بودی که حتما کشته میشدی. به درک، بهتر از این بود که علیرضا شهید بشه و شما واسه یه عمر. بابا من که پام چیزیش نیست، سالمه سالمه، خودت که دیدی. همین امروز قبل از اینکه بیام سر کار کلی با بچهای محله فوتبال بازی کردم. سید دیدی که مگه نه سید؟ بله آقا. وقتی سید اومد دنبالم داشتم هنوز بازی میکردم. واقعا؟ آره واقعا. حالا دیگه سوالی نیست؟ تموم شد؟ بله. یه زحمت برات دارم، یه سر بزن آرشیو مرکزی اداره ما، هر چی راجع به این ساختمون 85 گیر آوردی جمع و جور کن بیار. باشه، منم میرم دادسرا. سر چهار رسیدی نگه دار. چشم. آقا گاری چی حواست کجاست؟ گلابی بابا ببینی کیه؟ حمید آقاست. چیه؟ سلام. سلام. کجایی؟ چیکار داری؟ میخوام ببینمه. واسه چی؟ خبرهایی دارم واسه.
کم چه خان کن رفی دنبال پدر سوخته گرد پرمونه تموم شد من سراغ من نه جون خودت جون خودت بس جون من مایه گذاشت ای بابا بگو کجایی خبرها رو بشنوی میگی ایوه من نشنیده میگم ایوه حمید پرمون خبر ایستا آشه بابا قبوله پول نخواستم اصلا دلم واسه تن شده میخوام ننمو ببینم نمیشه ای بر پدر آدم دروغگو بابا من تو راه هم داره برم سر کار کجا؟ شهرک کجای شهرک؟ خیابون فرشاد نفشه کاش اونجا یه فروشگاه لوازم بهداشتی دارم میرم اونجا خب پیدات میکنم خیلی مطمئن نباش بتونم در میرم جونم نوکرتم نوکر نخواستم قرونت برم اختر بانو یه دونه ای اونم قرونم یه دونه احمد برو دوست دارم میدونی که این کار دله آکس بی ببینم ای خدا حالا چرا گریه میکنی؟ خدا به دور روز روشن از بغل گوش آدم استخون مرده در میاد بیرون به خدا اکبر من یه دقیقم تو این ساختمون نمیمونم میرم مشهد پیش خواهرم زیارت قبول مالکیه یعنی چی مالکیه؟ مال کدوم بدبختی بوده؟ خب چرا از من میپرسی؟ از کی بپرسم؟ اون که کشتتش؟ قتل آدم کشی استخون مرده ببین کیه خانم سلام داداش سلام اکبر خونه است؟ بله بفرمایید شنیدین چه اتفاقی افتاده؟ آره شنیدم میدونی کی زده به دیوار که؟ آره حالش چطوره؟ ای همچین یه خورده بهتره سلام داداش سلام کی اومدی؟ همین الان شما تهران نبودی؟ چرا بابا؟ بعد از مدتی خبر مرگم رفته بودم سونا اومدم بیرون میبینم 10-15 تا میسکال دارم نسیم زنگ زده، اسماعیل زنگ زده تماس گرفتم میگم چی شده؟ اسماعیل میگه پری زده به دیوار میگم پری طوری شده؟ میگه نه جسد لای دیوار بوده میگم جسد کی؟ میگه معلوم نیست خلاصه مردم تا رسیدم اینجا اگه بدونید ما چی کشیدیم یعنی هنوز تموم نشده معلوم نیست کی بوده کدوم بدبختی بوده اصلا چرا اونجا چالش کردن؟ برو خانم برو این نمیخواستی بری خونه پری برو دیگه با اجازت و منصور خواهش میکنم چای حاضر باشه شما بفرمایید من خودم میریزم نمیدونی از صبح تا حالا چه بساطی داشتیم جمعیت بازپرس مأمور خبرنگار پاشم برات یه چایی بریزم نه چایی نمیخورم بشین مطمئنی؟ بگو ببینم قضیه این جسد چیه؟ حالا چی بگم داداش؟ خب جسد دیگه البته جسدم نیست داشت چند تا تیکه استخون دست و پا و جمجمه من بودم و ابراهیمی و این غلام اولش نفهمیدیم موضوع چیه فکر کردیم استخونای حیوانی چیزیه مال کیه؟ من چه میدونم؟ مال صاحبش خوشمزدگی تو بذار واسه عمت اکبر یه چیزی ازت میپرسم راستشو بگو این قضیه به ما ارتباطی نداره؟ نه بابا به ما چه ارتباطی داره؟ خودتو به اون را نزن
ما ها سازنده‌های این ساختمون بودیم، از اولم اینجا میشستیم، الان هم هر کدومون چند دستگاه آپارتمان اینجا داریم. این جسد بالاخره یه جوری خودشو میچسبونه به ما. آخه برای چی؟ به ما چه دخلی داره؟ نکنه شما به خودتون شک دارین؟ به خودم نه، ولی از تو و اون شرکای نابابت همچین مطمئن نیستم. دست شما درد نکنه داداش. خیلی ممنون. گوش کن چی میگم. من همیشه سالم زندگی کردم و اهل کثافتکاری نبودم. تو این شیطون اومدی افتادی تو جلد من که بی با هم شریک شیم. این ساختمون همچین نون توشه، همچین استفاده میکنیم. اونقدر گفتی تا بالاخره خام شدم و دار و ندارم فروختم و اومدم ریختم تو این خراب شده و با شماها شریک شدم. اینجا بود که فهمیدم برادرم چی کار است و رفقاش چه هفت خطای ناجنسی هستن. به تو هشدار میدم، به شریکاتم بگو اگه گوشه این ماجرا به هر شکلی به من ارتباط پیدا کنه پدر همتون رو در میارم. بابا شما چتونه؟ این همه آدم تو این ساختمون زندگی میکنه، کار هر کسی میتونه باشه. به ما چه؟ به ما چه؟ بله به ما چه؟ داداش من، ساختمون به وسیله یه مش عمل و بنا ساخته شده، اونم 2 سال طول کشیده. ممکنه کار اونا باشه، میتونه یکیشون با یکیشون دعوا شده باشه، اونو کشته باشه، همونجا ترسش چالش کرده باشه. نمیشه؟ جون من نمیشه؟ چرا میشه؟ ولی یه جور دیگه هم ممکنه. چجوری؟ اون رفیقتون، اون که قرار بود پایان کار بگیره، الان کجاست؟ تیمور؟ گفتین پولا رو برداشته و فرار کرده. حالا اگه فرار نکرده باشه چی؟ اگه جسد اون باشه چی؟ بازم به ما ارتباطی نداره؟ خاک بر اون سرت کنن که همیشه خرمردرن بودی، ولی این دفعه تونشو پس میدی. داداش ببین، تیمور الان ترکیه است، میگن تجارت خونه زده. کی گفته؟ کی؟ چیز؟ به تو گفتن؟ نه، یکی به دکتر گفته بود. دروغ میگه مرتی که، یعنی همه تون دروغ میگین. اگه اونجا چرا بلند نشدین برین پیداش کنین؟ خب ترکیه که یه وجب دو وجب نیست، 100 تا شهر داره. ده همین. حالا اگه ترکیه نبود و تهران بود چی؟ اگه تو همین ساختمون بود چی؟ اگه کشته بودنش و گذاشته بودنش لای دیوار چی؟ نه داداش، به دلت بد نیار. از وقتی اومدم شریک تو و اون رفقای عوضیت شدم به دلم بد اومد. سلام آقای رسولی. سلام، حال شما خوبه؟ نه والا، چه حالی؟ شما تشریف نداشتین؟ نه نبودم، یه نیم ساعته که اومدم. شنیدین که؟ بله شنیدم. قفل در خونه رو نمیخواین عوض کنی؟ نه بابا، قفل برای چی عوض کنم؟ سلام آقای رسولی. سلام. سلام علیکم آقا. برای اطمینان، نکنه یه وقت غریبه ای چیزی؟ من از خودیا بیشتر از غریبه ها میترسم. با اجازه. خواهش میکنم. تو کجا بودی؟ تو هم تو پارکینگ بودی؟ نه بابا، تو پارکینگ بودم که در جا مرده بودم. میشم جمجور میکردم، دیدم از تو راه رو صدامه، فکرم ابراهیمیه، تازه رفته بود. بودم در بکرمونم چه خبره؟ دیدم یکی داره داد میزنه مرده مرده. گفتم مرده چیه؟ آقای رمیچایی. گفت استخون مرده پیدا شده. نمیدونی چقدر هول شدم، همینجوریش از مرده میترسم. وقت فکر کن تو محل زندگی آدم از لای دیوار استخون مرده در بیاد. بده من پاک کنم. نه قربونت، پاک کنم.
دست در نکن. به جون خودت میترسم دست به هیچ کدوم از این دیوارا بزنم. میترسم پشت هر کدومشون مرده چار کرده باشم. میبینید خانم، میبینید چه بساطی داریم. هر چی بهش میگم خانم ول کن، مگه به خرجش میره؟ چی رو ول کن ول کن؟ شما هم مشکل برای خود تون تون حرف میزنی آقای ابراهیمی. بفرمید. قابلی نداره آقای ابراهیمی. خیلی ممنون، تشکر. دستون خانم بایزشون. خدا حافظشون. آقا راست میگن، یه چیزی بوده تموم شد و رفت. چی رو راست میگه؟ قربونت برم، مگه دست خودمه؟ فکر و خیال دست از سرم بر نمیداره. همش از خودم میپرسم این کی بود؟ کی کشتتش؟ همین یه دونه بوده یا بازم هست؟ قاتل کیه؟ هنوز تو ساختمونه؟ اینجوری باشه که دیگه نمیتونی زندگی کنی. اصلا از فردا چجوری میخوای بری تو پارکینگ؟ غلط بکنم دیگه پاها بذارم تو اون پارکینگ. به ابراهیمی هم گفتم اصاب اساسیه جمع میکنیم میریم. آه مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ. آقا وقت داری؟ بله. اون قفل عوض کن. بفرمی. قفل در خونه رو عوض کردم. دیگه چی میگی؟ بی خود قفل قفل نکن آقا ابراهیمی ها. باید زودتر اینجا رو بفروشیم بریم جای دیگه بخریم. به این سادگی نیست خانوم. شما ماشاءالله خیلی داری اعصاب خورد میکنی ها. حالا خوبه قبلا حرفامون رو با هم زدیم؟ اه؟ همایون تلفن. دارم بازی میکنم. مگه نشدی چی گفتم؟ میگم تلفن. اه چقدر گیر میدی تو. بله. سلام امو رحمان. بله گوشی خدمتتون. مامان بابا کجاست؟ تو اتاق. عمو رحمان. الو سلام رحمان. سلام آقا. چی شد؟ دلم شور میزد گفتم یه احوالی بپرسم. ممنونم. شما خوبین؟ خانم خوبه؟ آره خوبی. رفتن؟ خودشون که رفتن. ولی دو تا مامور گذاشتن تو پارکینگ که مواظب باشن. مواظب چی؟ چه میدونم. لابد مواظب دیوار خراب شده. پس تموم نشده. نه بابا به این زودی ها تموم نمیشه. این قضیه سر درازی داره. آقا شما میای مغازه؟ چیکار داری؟ یه چند تا کاغذ فروشه باید امضا کنم. یه لحظه گوشی. خانم اجازه هست فقط یک ساعت بریم مغازه و برگردیم؟ نه خیر آقا، گفتم که شما هیچ جا نمیری. باشه خانم. چشم چشم. من اصلا پام از این خونه بیرون نمیذارم. شنیدی آقا رحمان؟ خانم قدغن کرده. نمیتونم از خونه بیام بیرون. فردا چی آقا؟ گوشی. خانم فردا چی؟ فردا میتونم برم؟ نه امروز نه فردا. پس فردا که آقا جونم اینو از مشهد اومدن، من و همایون میریم اونجا. شما هم هر جا دلتون خواست بریم. میفرمایین نمیتونی بری. رحمان جان یه امروز و فردا ما رو معاف کن تا ببینم چه خاکی به سرم بریزم. باش آقا اب نداره، هر جور راحتی. کاری نداری؟ نه نه خداحافظ. خداحافظ. ببین خانم بذار راستشو بهت بگم، فروش این خونه به این راحتی نیست. برای چی؟ برای اینکه تو این وضعیت کسی نمیاد اینجا رو بخره. من این حرفا سرم نمیشه. گذشته از این، به مرسی که این کارو بکنیم هزار جور حرف در میارن. میگم ببین کار کار خودشه، ترسیده داره در میره. این وصله ها به ما نمیچسبه. خانم به هر کی هرچی میچسبه، وقتی گفتن دیگه کاریش نمیشه کرد. وای شما هم ماشاءالله همش لجبازی کنه آقا ابراهیمی. من و همایی میریم خونه آقا جونم اینا، هر وقت خونه رو عوض کردی برمیگردیم. باشه در این مورد بعدا صحبت میکنیم.
داری میری؟ خبری نیست که، تموم شد. پیدا کردن برداشتن بردنش. پیدا کردن برداشتن بردن؟ باشه، این شما و این خونه. شما بمون، ما میریم. سلام من اینجور، میبینی چی کار داره میکنه؟ چی شده؟ بچه رو برداشت داره میره خونه باباش. میگه میترسم. اتفاقا الان خونه آقای ابراهیمی بودم. اونجا برعکسه، خانومش میترسه، نمیذاره شوهرش پاش از در خونه بذاره بیرون. والا من به همینشم راضیم. میگم من از خونه پامو بیرون نمیذارم، قبول نمیکنه. آره میترسم، من از مرده میترسم، خجالتم نمیکشم. تو هم هر چقدر دلت میخواد هی آبروریزی در بیار. خدافظ من این خانم. همینجوری کجا داری میری؟ بیا سویچ ماشینو بردار. ماشین؟ من پامو تو اون پارکینگ نمیذارم. اون وقت میگی ماشین؟ پس وایسه من برم برات ماشینو بیارم بیرون. میبینی چه بساتی دارم؟ آخه مردم ترس داره؟ نه والا، ما که نمیترسیم. منم نمیترسم. مثلا شوهر کردم، بینم میگن مرد. ما دوتا باید زن میگرفتیم. آره والا. سلام، چطوری؟ سلام بیبی، میترس. آره، شما چی؟ شما نمیترسیم؟ نه بابا، از چی بترسیم؟ میترس، خوب خوشت میاد ساختمون شلوغ شده؟ آره بیبی، تو میترس؟ نه بابا، من از دیو دوسرم نمیترسم. جوا، میترس. چی داری میگی؟ ای سو جفا تسی بودو 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 با ما با زهر مار الکی میگه. ای اکی نه. خیلی خوب بابا، حالا چی داری میخوری؟ به منم بده. بفهم خب بالاخره تصمیمتون چی شد؟ فعلا که هیچی، جرأت نداره با هاشم آقا حرف بزنه، میگه الان وقتش نیست، عصبانی میشه. من که گفتم اگه جعفر الان یه همچی چیزی به هاشم بگه حسابی قاطی میکنه. ببین ای جعفر چیکار کن؟ چمچاره. چمچاره میدونی چیه؟ نه. یعنی باید صبر کنن. صبر. صبر که میفهمی یعنی چی؟ من میفهم، این نمیفهم. ناهید. حرف راستو باید از ناهید شنید. خدافظ. خدافظ. تو یه کجا غیبت زد؟ رفته بودم پیش مینا، زن ابراهیمی. میگم این لالیه چه حالی میکنه ها؟ خوشش میاد ساختمون شلوغ فلوغ شده. چه خبر؟ میخوای تخلیهش کنیم؟ کیا؟ جواهر فروشی ابراهیمی رو. حرف بی خود نزن، قبلا راجبش صحبت کردیم. جواهر فروشی کار ما نیست، دنگ و فنگ داره. شب نه، روز. روز چجوری؟ هیچی، میریم تو میگیم دستا بالا، جمع میکنیم میایم بیرون. آره، وقت ابراهیمی رو چی کار میکنی؟ ابراهیمی که اونجا نیست. کجاست؟ مینا بد جوری ترسیده، گیر داده بهش، نمیذاره پاشه از خونه بذاره بیرون. تا کی؟ فقط فردا. پس فردا پدر مادر مینا از سفر میان، اونم با پسرش میره اونجا. ابراهیمی هم دیگه خلاصه. خب پس نمیشه. واسه چی؟ واسه که ما آماده نیستیم. خب آماده میشیم. همینجوری که نمیشه، باید برنامه ریزی کنیم. خب برنامه ریزی کن، تا صبح خیلی وقت داریم. اصلاً کجا بیارم؟ یه دونه داریم.
یه دونه کافی نیست. مگه قراره چیکار کنیم؟ ما که نمیخوایم کسی رو بکشیم. ماشین که میخوای. با ماشین خودمون که نمیتونیم بریم. او جعفر رو بفرست ترتیبشو میده. تا صبح خیلی وقته. گیر دادی ها. نمیشه ها ما اشتباه بکنیم بیچاره میشیم. میفهمی؟ باشه سر فرصت. کجا باید برم؟